دوباره خوش آمدید بینندگان عزیز. بحث آگاهان امور و کارشناسا را دیدیم و حالا نوبت شما است. شما میتونین زنگ بزنین، تماس بگیرین و نظریات خود را بیان بکنین. همچنان روی صفحه فیسبوک همین لحظه میتونین نظرتان را بنویسین، ما نظرتان را در برنامه به خوانش میگیریم. اولین فیسبوک، ولی قبل از فیسبوک تماس. بله بفرمایید. بله سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید کی از کجا با تماس شدین؟ نام ما ولی امیری است از مکران سیم شرق کابل امروزم با تماس. بفرمایید آقای امیری. نظر ما است که با مذارت که اول شهادت احمد ولی کرده برای آقای کرده سه تسلیت از میکنیم، بعدا با تمام از فامیلشون و با تمام ملت شهید پرور افغانستان تسلیت از میکنیم. ثانیاً نظر ما با آقای کرزایی است که عاملان این قتل کیها را میدانین؟ عاملان این قتل معلوم دارد که دشمن افغانستان، دشمنان مردم افغانستان، دشمنان وحدت ملی افغانستان اینا هستند. و از نظر شما آیا تعریف دشمن پس از کشته شدن برادر رئیس جمهور فرق خواهد کرد؟ باید ما امیر نخواهم براز نظر خدا بکنم به آقای کرزی که آقای کرزی خواهش میکنیم، مردم افغانستان از شما خواهش میکنم که چشم بینای تانا کور نسازین و گوش شنوای تانا کار نسازین دیگه، کفایت میکنه. ببینین شما دشمن خدا تا حال تعریف کرده نتانستین تا عده که با اعضای فامیل شما دشمنان شما دستشون رسید. تشکر از نظرتان. نظر ما است که یک تعداد اعمال که آقای کرزی اعمال شرارت پیشه طالب و اعمال شرارت پیشه حزب اسلامی را که در اطراف خود جمع کرده، اونا مشوره های کاملا غلط با آقای کرزی میتن. سپاس از نظر تو. آقای کرزی در تنها و در تاریکی قرار میگذارن. ما خواهش میکنیم است که بعد از این باید آقای کرزی دشمنان خدا مشناسه، هر چیز زودتر و سریعتر عمل بکنه. تشکر، نظرتان را گرفتیم دوست عزیز. فیسبوک، اولین فیسبوک شمس الدین فاروقی نوشته میکنه که سلام، به نظر من در این مورد سه نقطه مهم است. یک، امکان دارد که از اثر دشمنی شخصی برادر رئیس جمهور کشته شده باشه. دوم، امکان دارد که دستهای ISI در این قضیه دخیل باشد. و سوم، امکان دارد که دستهای خارجی ها نیز در این قضیه دخیل باشند. نظر شمس الدین فاروقی از نمیفهم مشخصن که از کجا نوشته بودن، ولی روی صفحه فیسبوک نوشتن. پس از او رستم رزم نوشته که بی تردید او قربانی سیاست های حکومت رئیس جمهور شده که به همین گونه ادامه می‌یابد. نباید دشمنان سرزمین را برادر خطاب کرد و می نویسه مایه تأسف و تأثر است همانطوری که جنرال داود توسط نیروهای جرمنی به شهادت رسید، بدون شک برادر رئیس جمهور به همین ترتیب و به همین گونه به قتل رسیده. هدف کفار از بین بردن شخصیت‌های ملی و رادمردان این سرزمین می باشد. سپاسگزار. نجیب الله از کابل روی خط تلفن هستند. آقای نجیب سلام بر شما. سلام بر شما و بینندگان عزیز تلویزیون یک. بفرمایید نظر خود را بیان بکنید. به طور خلاصه همین نظر خود را ابراز کنم. ببینید توافق از نظر در این قسمت بسیار مشکل است. خب موضوع را باید از دو برد آدم مطالعه بکنه. یکی که سردار محمد خان کسی بوده که تقریبا از بسیار قبل همراه از احمد ولی کرزی بوده و از قسمت بعدی دشمنای افغانستان خصوصا ISI پاکستان. ISI پاکستان میشه که از این مسائل روابط فامیلی استفاده کرده باشه. در مجموع اگر مطالعه بکنیم برمیگرده به ISI پاکستان و رئیس جمهور افغانستان. همیشه شما دیدین که دیگه مقامات دولتی مولانا عبدالرحمن سید خیلی، جنرال داود، خان محمد مجاهد، ملک زرین و دیگه شهدایی را که ما شما میبینیم که به شهادت رسیدن رئیس جمهور بی تفاوتی نشان داد. و تا جایی که ولی عکس العمل رئیس جمهور امروز هم چیز فراتر از این صحبتایی که شما کردین نبود. نه خیر، تأثیری که امروز ما در چهره رئیس جمهور افغانستان دیدم، شما فکر بکنید او
حالت ما در دیگر مردم های ندیده بودم، یعنی دیگر مردم هایی که با شهادت رسیده بود چی مردم هم در راکت های پاکستان و چی مقامات. تشکر. حالا شما چی پاسختان چی است؟ چی فکر میکنین؟ تعریف دشمن تغییر خواهد کرد؟ این برمیگرده به سیاست های رئیس جمهور افغانستان. شما ببینید امروز تمام ملت افغانستان یک طرف شد، گفت مرگ با پاکستان، ولی آقای رئیس جمهور سیاستش هم برادری و دوستی با ایتای پاکستان و پاکستان است. تشکر از نظر. خدا سیاست خود را در قسمت پاکستان تغییر نده، شاید یک روز برگ ریاست جمهوری آقای کرزی هم خودشان به قتل برسند. تشکر از نظرتان آقای نجیب.